این روزها دوباره بحث حقوق شهروندی در شبکه‌های اجتماعی داغ شده، به این دلیل که دستگاه قضایی ایران فاطمه اختصاری و مهدی موسوی شاعر و همچنین کیوان کریمی فیلمساز رو مجموعاً به 26 سال زندان و 421 ضرب شلاق محکوم کرد. سلام، من مسیح علی نژاد هستم با 12 برنامه تبلت. هفته آینده در مورد اجرای حکم شلاق بیشتر حرف خواهیم زد، ولی این هفته بریم سراغ وعده های دولت روحانی که می گفت اگر یکی از قوای کشور تخلف کنه رئیس جمهور حق اعتراض و تذکر به اون قوه رو داره. روحانی پیش از انتخابات و روحانی پس از انتخابات در کمتر از 8 دقیقه. روحانی: امروز تحریم ظالمانه که تحمیل شده باید برداشته شود. نباید کشور را به سوی جنگ هدایت کنیم. نگذاریم کشور دچار جنگ بشه. کشور دچار تحریم بشه. تیتر نخست روزنامه‌های جهان در دوران احمدی نژاد احتمال حمله نظامی به ایران بود. ولی حالا تیتر حمله نظامی جاش رو به توافق هسته‌ای و روابط ایران با مقامات بلندپایه کشورها داده. روحانی: ما میتوانیم در سیاست خارجی روابط خود را با دنیا به صورت مناسبی در بیاوریم. سفارت انگلستان در ایران در دوره احمدی نژاد بسته شد، ولی در دوره روحانی درها باز شد. چرا زندانی سیاسی؟ کاری کنیم همه زندانیان را. و اما وعده های روحانی در مورد حقوق شهروندی چه بود؟ روحانی: مشکل زندانی ها را باید حل کرد. خیلی جرم ها با تذکر حل می شوند. شمار اعدام ها در زمان دولت روحانی از شمار اعدام ها در زمان دولت احمدی نژاد بالاتر رفت. در مورد زندانیان سیاسی مطالبه رای دهندگان چه بود و وعده های آقای روحانی چه بود؟ Those two gentlemen that you referred to, they are in their homes, they are living their own ordinary life. روحانی: اگر شعار تند دادند قتل که نکردند. برای شعارهای تند تذکر میدهند، نه اینکه روانه زندان کنند. چرا زندانی سیاسی؟ کاری کنیم همه زندانیان را. در دوران روحانی قوه قضاییه برخلاف دوران احمدی نژاد برای فعالان سیاسی مدنی حکم‌های سنگین‌تری صادر کرد، یعنی احکام زندانی‌ها از 6 سال به 12 تا 14 سال و بیشتر هم تغییر کرد. اون بچه من باید توی الان 7 ماه باید تو زندان باشه؟ آخه من چجوری باید طاقت بیارم؟ واقعا عاجزانه من کمک می‌خوام. اول از خدا بعد هر کی هر کمکی که از دستش برمیاد باید به من، به بچه من بکنه، امثال بچه های من. ایشالله برای هیچ مادری پیش نیاد. روحانی: زنان ما، دختران ما عفت را در زندگی میشناسند. آنقدر به خاطر مسائل جزئی مزاحم دختران ما نشوید. اما مزاحمت در دوره روحانی هم ادامه پیدا کرد و بنا به گفته رئیس پلیس دوباره میلیون ها زن ایرانی در خیابان به خاطر همان مسائل جزئی متوقف شدند. روحانی: اگر رئیس جمهور شوم محیط امن و آزادی را فراهم می کنم. اسید پاشی به صورت دختران ایران نیست در دوره روحانی فضا را برای زنان ناامن کرد. یه دختر 17 ساله آیا حق دختر من نیست که آزادانه بره و بیاد؟ درهای استادیوم قرار بود برای زنان باز شود و در دستور کار کابینه هم قرار گرفت. اما شهین دخت مولاوردی معاون امور زنان کابینه اعلام کرد که به احترام مراجع و روحانیون قم دیگر این موضوع پیگیری نمی شود. روحانی:
در دولت تدبیر و امید حقوق شهروندی رعایت خواهد شد و آنگاه ترکمن، سیستانی، بلوچ، ترک، کرد، عرب و همه و همه که اقوام این سرزمین هستند از لحاظ حقوقی و شهروندی با یکدیگر برابر خواهند بود. راه اندازی رشته زبان و ادبیات کردی در مقطع کارشناسی دانشگاه کردستان بعد از دولت روحانی، شکستن تابوی آموزش رسمی زبانهای غیر فارسی رایج در ایران بود. روحانی: معیار برای اعضای کابینه راستگویی است. We do not jail people for their opinion. البته من فکر نمی کنم فردی به خاطر I really don't believe in fact at all I do not believe that an individual would be detained or put in prison for being a journalist. روحانی: موضوع دانشجویان خارجی باید حل شود به طوری که دانشجویان دوره کارشناسی به کشور برگردند. حمید بابایی یکی از تحصیل کرده های دانشگاهی در بلژیک بود که با وعده روحانی به ایران برگشت ولی روانه زندان شد. توی بلژیک دوتامون دانشجوی مقطع دکترا بودیم سال آخر. وقتی که آقای روحانی انتخاب شدن یه در واقع جو شادی ایجاد شد که باعث شده بود که مایی که از یه فضای غم زده، یه فضای خفقان از اینا رفته بودیم، فکر کنیم که خب شاد شده فضا، ما برگردیم هم به خانواده ها سر بزنیم، همین که در واقع از این فضا هم ما استفاده کنیم و شاد باشیم. خب بعد از اینکه برگشتید ایران چه اتفاقی افتاد؟ خب خانواده هامون دیدیم خوب بود، ولی خب 5 روز بعد از ما درخواست کردن که خودمون رو معرفی کنیم به درد مراجعین وزارت اطلاعات برای پرسش و پاسخ. امید کوکبی یکی از دانشجویان نخبه خارج کشور که همچنان در زندان است. این حق طبیعی هر ایرانی است که از سرزمین خود دیدار کند. مگر ما حق داریم ایرانی را از بوی وطنش محروم کنیم؟ ظاهراً می شود ایرانی را از بوی وطن محروم کرد. دستگاه قضای ایران برای تعداد چشمگیری از ایرانیانی که به وطن برگشتند حکم زندان صادر کرد. حسن روحانی در پاسخ به منتقدانی که از او در مورد زندانی شدن این دسته از ایرانیان سوال می کنند به استقلال قوا اشاره می کند و اینکه در حیطه وظایف قوه قضاییه است. ولی روحانی در روزهای رقابت‌های انتخاباتی چه گفت؟ اگر اختلاف نظر ناشی از عدم توجه یکی از قوا به قانون باشد، چون رئیس جمهور وظیفه اجرای قانون اساسی را نیز دارد، میتواند تذکر دهد. اگر نمیتوانیم کاری بکنیم، باید از روز اول بگوییم نمیتوانیم. مردم ما دلتنگ هستند. چرا زندانی سیاسی؟ کاری کنیم همه؟ من مردم را به نقد دعوت می کنم. دولت تدبیر و امید در همه زمینه ها باید پاسخگوی مردم باشد. آزادی همین جان راه میدان بدارد مادر جان مادر جان. و اما ماجرای متلک‌گویی در خیابان که مختص ایران هم نیست و در بسیاری از کشورهای جهان متلک‌های رکیک و لمس بدنی زنان به عنوان آزار جنسی شناخته میشه. متلک که در واقع میتونه از سوی هر جنس به جنس مخالف گفته بشه معمولاً دو نوعه. متلک‌هایی که برای جذب جنس مخالف و دوستیابی صورت میگیره و معمولاً خیلی هم آزاردهنده نیست، و متلک‌هایی که گاهی رکیک و همراه با لمس بدنی صورت میگیره، یعنی کلمه‌های آلوده و رفتارهایی دلازار. به تازگی دو زن ایتالیایی که برای گردش به ایران اومده بودن از آزارهای جنسی که در ایران دیدن مطالبی نوشتن که این نوشته‌ها خیلی ها رو آشفته کرد و حتی این دو زن رو متهم به سیاه نمایی کردن. اینجا در نیویورک هم بارها موضوع آزار خیابانی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. واکنش زنان اما به متلک ها معمولا متفاوته. حالا من تصمیم گرفتم ببرمتون توی خیابون های نیویورک و البته لندن تا با هم ببینیم واکنش زنان اینجا به متلک ها چگونه است، با یک دوربین مخفی و همکاری که البته به سختی تونست نقش آدم بد این ماجرا رو بازی کنه. اینجا خوبه؟ آره؟ یلو
شوهر داشت. آره ولی تا بخواه بریستی دوتا لگت زده منو. عجب گرفتاری. How you doing? Looking fine, lady. بذار مطمئنشم تنهاست. دیز میزنم سخته. این منو میزن. با مادرشه بسی. مادرش بود. با مادرش. خیلی آفه محسومی داشت. آدم خوبی بود بسی. مثل خالم بود. Excuse me guys. Do you find this interesting? Hello. How you doing? Malone. این چی بدتر از این است که یارو با پدرش باشه و با شوهرش با هر دو. خیلی زشته جلی بچه. یه دونم پیشیکمشه. Mommy looking skirt you're wearing. Looking good. چرا زایم کردی نرفتی؟ چون الان دختر رو نشتیم. شنید. بیعتنایی کرد. سخته. ترسیدم. تنه؟ تنه نمیتونم بزنم. غیر قانونیه. Good guy, but we just. It's okay. Yeah. How often it happens to you in the street, New York? Like every day, a lot, all the time. No, I mean it's annoying because you know, like you're just trying to walk, not being bothered by anyone, and then it's like, I mean, sometimes they say some really degrading things to women that it's like offensive sometimes. I think what's important is to speak up and not just ignoring it because it will give them mixed signs and like signals. I don't know, I just really show with my body language and I'll tell you if it's not okay. It's just very irritating essentially because I mean you're downgraded to, you know, just someone who's passing the street and they happen to be someone, you know, you're someone that is looked at more as an object than anything else. If somebody touched me, I would probably punch them or something. How often you experience like, you know, these things in the street? All the time. All the time, like every day. All the time in the street walking, coming off the train all the time. For me personally, I would say about 3 times a day in Manhattan. And what you want to say to these men? Imagine they're hearing you. Well, they should think about their daughters. Do they want their daughters walking down the street like that? So they think, if they think of it like that, then you know they shouldn't be doing it to women. Please stop. Doesn't make you look good and definitely doesn't make us attracted to you in any way at all. How would they feel if, you know, they had like a daughter and they were doing that to their daughter or a younger sister, their own mother? I mean, just be a man about it. Like if you're interested, just be a gentleman or just don't be creepy. You know, just be respectful. You know, you don't have to, you know, make comments or, you know, gestures or, you know, make sounds. No, it's just respect. It all comes down to that. خب حالا اومدیم در خیابون‌های لندن تا ببینیم واکنش و تجربه زنان و دختران لندن به متلک‌ها و آزار خیابانی چه هست. How often it happens to see some men like this? Probably like every time I go out, like if I was to go out for the day or in the night. Well, it's worse in the evening. Big groups of girls. Exactly. They're worse when it's like a big group of us. As a woman, how do you feel? Annoyed, angry, like it's just not right. Like it's not normal. It shouldn't be a normal thing to do. People shouldn't be dealing with that on a daily basis. No, don't run away from me. I love you. It's frustrating because it's not. I can't do anything about the fact that I'm a woman and I'm proud of that and I shouldn't feel violated. I shouldn't have people come up to me and talk to me and touch me if I don't want them to. What do you want to say to them? Yeah, keep to your own business. Girls don't want to talk to you if you're going to speak to them like that, if you're going to like shout at them in the street. They don't like that, so. As a just what? Just shut up. Like no one wants to hear it. It's not nice. Just stop. It's disgusting. Think of your moms, your daughters, your kids, your friends, you don't want them doing that to them. It's gross. شما هم میتونید تجربه های خودتون رو از متلک گویی های خیابانی برامون به اشتراک بگذارید تا شاید تکرار این تجربه ها تلنگری باشه برای کسانی که خیابون ها رو ناامن میکنن. تا برنامه دیگر، بدرود.